سلام، خوش اومدید به آپارات این هفته. حسن سارچو هستم. بهمن فرمانارا یک کارنامه 50 ساله در سینمای ایران داره. کارنامه با 20 سال غیبت اجباری و اختیاری. این فیلمساز شناخته شده سوم بهمن ماه سال 1390 70 سالگیش رو جشن میگیره. قصد داریم به همین مناسبت در یه مجموعه برنامه سینمای بهمن فرمانارا رو بررسی کنیم. آقای فرمانارا چند وقت پیش سفری به لندن کرده بود و فرصتی پیش اومد که مستندی درباره او و فعالیتاش بسازیم. فیلم سنگی به آب بیانداز که این هفته میبینید مروری هست بر تلاشای سینمایی آقای فرمانارا. این فیلم رو با هم ببینیم. Gentlemen, a very warm welcome to London Heathrow's Terminal 5. من اومدم خارج به خاطر اینکه چندین ساله یه پروژه‌ای هست به نام سفر به تاریکی. من اینو نوشتم. این سفری هم که الان می‌بینی برای همینه که شاید بتونم که بودجه فیلم رو فراهم کنم که بتونم فیلمو بسازم. ممکنه بشه، ممکنه نشه. Try this one. In the brown or the black? The black. What else do you have in black? We have things like the pork pie. No, but... you don't want these? No. Just a bit too wide, the brim. Other than that, I have something like the Borsellino. No. Okay. It has to be black, and this is just a bit... It's very dirty. I'll brush it for you and dust it. چی فکر میکنی؟ کدومش بهتره؟ شما هم ایرانی هستیم؟ بله بله حتما. منم ایرانی هستم، اما من 17 سال اینجا زندگی میکنم. بخرم اول سایزش رو امتحان کنین، بعد من واسه شما کسیتون. This is perfect. اوکی؟ okay. شما هنرپیشه هستیم؟ هنرپیشه هم کنه خانم، من برگرد. اگر دوست دارین این کتاب رو امضا کنین، مال آدم های معروفیه که میان تو بوتیک می میتونین اینجا رو امضا کنین. من بهمن فرمانارام. شما برمیگردین ایران؟ بله از ایران اومدیم و برمیگردیم. مرسی خانشون اینجا زدم های معروف. مرسی خانم. خواهش میکنم. مرسی. Hi, Wolfie. How are you? Look, I really appreciate what you're doing with Ari for this film. And we could be there at 11 o'clock in the morning on Monday. قبون امیلی کوچه دل بخواه به دنیا آمدم. من از بچگی کلکسیون فیلم های جفتی داشتم، آلبوم عکس های هنرپیشه داشتم. اولین نمایشنامه‌ای که نوشتم 12 سالگی بود، بازی میکردم نقشاشو.
بعدم پدرم اونقدر روشن بود در اون زمان که برخلاف اون چیزی که دوستاش گفتن که بزن تو سرش بره حداقل معماری بخونه یا نمیدونم فلان بخونه، گفت زندگی خودش میخواد سینما بخونه، منو فرستاد دانشگاه جنوبی کالیفرنیا. جورج لوکاس، جان میلیس، اینا هم کلاسی من بودن. سال 65 ما با هم دیگه فارغ التحصیل شدیم. من برگشتم ایران، رفتم سربازی، ازدواج کردم و موندگار شدم و اولین کارم هم در واقع برای تلویزیون ملی ایران بود. 3 سال تموم من بیش از 150 تا برنامه هفتگی راجع به سینما اجرا کردم. والا من یه فیلمی میخوام بسازم توی برلین، یه دوست قدیمی آلمانی دارم که اونم تو کار فیلمه، اخیراً بازنشسته شده و مشاور آریفلکس شده. آریفلکس دعوت کرده مذاکره کنیم، ببینیم به اصطلاح مونتاژ و وسیله میکساژ و این چیزا رو بعد از فیلم برداری به ما میدن یا نه. این جریان سیال ذهن و خاطره ها، خاطره ها، ببین آخه مثلا الان داریم میگیریم، چیزی که برای من جالب بود و من جلب کرد به سمت شازده احتجاب سینمایی بودنش بود. ملاحظه فرمودی؟ اینو حتما شارژ دافر روز پیشکش کرده. فخرالنساء، من دارم کلافه میشم. آخه یه ذره از اون جبروت اجدادی در تو نیست؟ پس نیست فخرالنساء. مگه این کلفت نوکرا مرده بودن؟ من دستور داده بودم که هیچ دستور کس... دستور دادی؟ پس هنوز خون اجدادی در تو هست؟ اقلا جلوی فخری. از فخری میترسی؟ شازده احتجاب شاید اهمیت بیشتر در این باشه که یه فیلم ضد سلطنته در دورانی که سلطنت در اوج قدرت بوده، سال 53. شما چی؟ در این مسابقه چی کاری؟ چه مسابقه ای؟ پس شما خیلی پرتین، بین جد کبیر و اون اجداد والاتبار مسابقه غریبیه، مسابقه زیادی زنا و زیادی قربانی ها. پدر بزرگ شخصاً در قتل‌هایی که دستور میده شرکت داره. منو ببخشین داداش بزرگ، غلط کردم، منو ببخشین. اندازینشون تو چه؟
پدرش آزده یه وسیله مکانیکی داره. ببندینشون به متصل. خودش آزده از همهشون مدرنتره، با شکنجه روحی روانی بدون دخالت دست زنشو که حبس کرده تو خونه و اجازه بیرون رفتن نمیده اونو تو خونه میکشه. بخند قشقش بخند بخند. آخه خانم میشنوه، من میخوام که بشنوه. ما در زمان پهلوی تونستیم، چون به نام قاجار بود، در حالی که داریم یک حکومت موروثی رو انتقاد میکنیم، از زیر خط سانسور رد بشیم. اوکی. من به این دلیل الان تصمیم گرفتم که یکی دو تا فیلم در خارج از ایران بسازم که شرایط ساخت فیلم در ایران اونچنان سخت شده. سلام علیکم رضا، چطوری تو؟ رضا بالاخره بعد از 4 سال فکر میکنم که این فیلم سفر به تاریکی داره بوجویناش درست میشه. موقع که مطمئن شدم به زنگ میزنم و انشالله بتونیم اینو انجام بدیم دیگه. خیلی زور زدیم تا اینو بخوایم جورت. تو چطوری خودت؟ کنندگی رو بعد از موفقیت شازده احتجاب شروع کردم. این فرصتی که به من داده شده بود که یک شرکت سینمایی رو با سرمایه مثلا مفصل بتونم اداره بکنم، من میخواستم همه بتونم در واقع کار بکنم. هیچ کدوم از فیلم ها با پول من ساخته نشده. بیزایی یک از فیلمسازهای مهم مملکت ما بود. دوشیزه هستم 18 ساله با اندام موزون. کسی که تصمیم گرفت که کلاغو بسازیم من بودم، یا شطرنج باد. کی شطرنج دست زده؟ نمیدونم خانم جون، هیچکی که نمیاد اینجا. بازیم با این پیر سگ خراب شد. آقا رو که کشتی. عباس کیارستمی آمد یه داستانی واسه من تعریف کرد، سناریویی نبود که مال داستان گزارش بود. گفتم آره اینو میزازیم. ولی یه کارش بکن واسه ما. میدونی آشناس یعنی فامیل زنم. اینا خیال میکنم ما اینجا یه گوی هست. حالا بس. خسرو حریتاش کتاب ملکوت رو دوست داشت، میخواست که فیلم بسازه. بهرام صادقی اجازهشو به اون نمیداد، به من داد. بنابراین من یه جوری اون داستان رو هم باعث شدم که مثلا خسرو حریتاش بتونه بسازه. یک داستان کوتاهی من نوشته بودم به نام خواستن، 7 صفحه بود، راجع به یه جوونی که مثل همه جوونای مثلا 16-17 ساله یک آیدل مثلا خواننده یا هنرپیشه داره. ای از خدا رسیده، ای که تمامه. در واقع برای این خواننده که همه به خاطر پولش و زندگیش
بهش توجه میکنن، این پسر یه جور خواستن دیگری رو، متفاوتی رو نشون میده. الو، دوست دارم. اینقدر دوست دارم که میدونم برام بدبختی میاد. بیشتر از هر آدم دیگه برام بدبختی میاد. ببین جانم، تو باید چی رو تو قلبت حس کنی. آخه چه جوری؟ تو چته؟ پرویز صیاد خودش یه ستاره بزرگ، حالا در پوزیسیون قرار گرفته بود که کارگردان بود. حالا هم هیچ فیلمی با ستاره بزرگی نساخته بود. گوگوش هم دیگه از اون بزرگتر در واقع نداشت. نه، به این زودی نه. به این زودی شبو تموم نکن. نه. من همش حضور داشتم برای اینکه گوگوش و پرویز صیاد با هم قهر بودن. موقعی که آماده می شدن پرویز من می گفتش که خانم حاضرم. من گفتم گویی خانم شما حاضرین؟ بعد می گفت بله. مرسی. در میتونه شاید من تهیه کننده هستم. ما می خواستیم یه فیلم پرفروش بسازیم عشقی، همون کارم کردیم. فیلم ساختم با گوگوش و ضرر کردن مثل اینکه آدم هروئین قاچاق بکنه و ضرر بکنه. قط؟ اشکالی نداشتی؟ نه، خوب بود، خیلی خوب بود. من یه فیلمی ساختم به نام سایه های بلند باد. سایه های بلند باد بر اساس یه داستان کوتاهیست از گلشیری به نام معصوم اول. فیلم سال 56 ساخته شده بود و داستان یه مترسکیست که مردم تو ده درست میکنن برای مسائل معمولی است که مترسک رو درست میکنن، اما مترسک تدریجا صاحب ده میشه. سایه های بلند باد انقلاب توش داریم. این درست اون موقع که ما داشتیم اینو میساختیم مصادف بود با زمانی که خیلی ها کفن میپوشیدن میمدن در تظاهرات شرکت میکردن. بنابراین یه دفعه با اینکه غیر عادیه سکانسی که دنبال دختر از کت خدا میگردن، تمام ده سفید پوشیدن و فانوس دستشونه. من داشتم با رنگا کار میکردم. ما در طی فیلم تدریجا رنگ و هی از توی فیلم بردیم بیرون. لباسات درم مادر. تماشاچی بدون که متوجه بشه داره فیلم سیاسفید رنگی میبینه در واقع. بعد موقعی که کات میکنیم به این لشکر قرمز پوش، یه شوک رنگ میدی و تازه متوجه میشی که رنگا نبودن، الان یه دفعه رنگ هست. فیلم قبل از انقلاب توقیف شد به این بهانه که منظور شما از مترسک دولت شاه و ساواک. گفتن که این طرفداری از کمونیست هاست.
موقعی که این فیلم بعد از انقلاب پروانه الف گرفته بود و به نمایش گذاشته شد، دو مرتبه بعد از 3 روز نمایش دو مرتبه فیلم توقیف شد، به همون دلایلی که قبلا گفته بودن، حالا میگفتن شما اینو ضد ما ساختین، در حالی که فیلم سال 56 ساخته شده. سایه های بلند باد مثل زخم باز میمونه، برای اینکه بیشتر از همه به اون لطمه خورده، برای اینکه دیده نشده. نهایتا من دیدم این دعوای فرهنگی که بین گروه های مختلف هست که حالا که این سکان رو به دست گرفتیم چی به مردم بگیم، این تموم نمیشه به این زودی و من بیکار همینطوری میمونم. تصمیم گرفتم که بچه هم وردارم برم کانادا. پخش سریع‌ترین راهی بود که من میتونستم درآمد حسابی داشته باشم، برای اینکه بالاخره زن و 3 بچه همراه ما بودن و اونا مخارج خودشون داشتن. مهم نیست که شما اقامت جایی داری یا تبع جای دیگه شدی، متعلق به اونجا نیستی. شما زیربنای فرهنگیمون با زیربنای فرهنگی غرب کاملا فرق میکنه. در نتیجه این ریشه نمیدونی تو این خاکی که به اصطلاح غریبه و دلت میخواد که برگردی جایی که درست سرصدا هست، درست مزاحمت هست، ولی هرچی هست مال توه، تو متعلق به اونجا هستی. این مسئله اصلیه. موقعی پدرم زنگ زد گفتش که من برادر کوچیکترم که مسئول کارخونه و شرکت بوده سکته قلبی کرده و گفت تو میری کمک بکنی، من رفتم. من 10 سال و هر سال یه دونه فیلم رو میدادم، هر بارم 8-9 ماه طولش دادن تا بگن نه، چون اصولا سیستم جمهوری اسلامی فرسایشیه، برای منصرف کردنه. من الان 24 سال فیلم نساختم. که سرنوشت وجهه اجتماعی دین در امروز و فردا در گروه این است که جوری ما دین را ببینیم که با آزادی سازگار باشد. من چون شروع دوره آقای خاتمی بود فکر کردم اگر که خب این دوره هم نظرم من کار بکنم حتما دیگه نمیذارن. اون موقع بود که فکر کردم یه کارگردانی که نمیذارن کار بکنه راجع به تشییع جنازه خودش تصمیم میگیره یه فیلم بسازه. گفتن که همینا اجازه میدیم سناریو کاملشو بنویس. تو اجازه گرفتی فیلم بسازی؟ مگه آقا به شما اجازه کار دادن؟ ای بفهمی نفهمی. بوی کافور احتیاس موقعیتش اینه که یک آدمی است که هرچی تلاش کرده که فیلم بسازه اجازه ندادن، که خیلی شبیه خود من بود. ممنوع الحیات، ممنوع التصویر، ممنوع الاسم، آخه برای چی؟ همه چیز اشتباه است. این عزاداری رو باید سالهی که نمیذاشم من فیلم بسازم میکردین. پس کی زندگی ما باید تحسین بشه؟ بعد از مرگ؟ دیگه فایده نداره بعد از مرگ. کی گفت از این زاویه شما فیلم برداری بکنی؟ همه چیز اشتباهه، همه چیز اشتباهه. خدای این سناریو هم دستکاری شده. و بوی کافر انتیاز رو بالاخره ساخت. بعد از مرگ مستحب است دهان میت را و همچنین چشم او را هم بگذارند که باز نماند. من از یک روحانی
واقعی استفاده کرده بودن واسه خوندن احکام کفن و دفن. گفتن این خیلی عبوسه، شما یه هنرپیشه بزنید که نقشه اینو بازی کنه. این تغییری بود که من دادم، ولی همون دیالوگا رو باز میگه. من میخواستم این فیلمو بسازم. در واقع یه دهنکجی روشنفکرانه بود به تمام آدمایی که این همه سال نذاشتم این فیلم بسازم. Until the aircraft has reached its final parking position and the fasten seatbelt signs have been turned off. Hi, Wolfie. I'm finally in Munich. Yes, yes, yes. I talked to Angela. I sent her an email. The appointment is at 11 o'clock. I'll see you tomorrow. قصه نداره، بیشتر تصویری است از تناقضایی که در اجتماع امروز ما هست. من دکتر زنان هستم، پسر شما رو باید دکتر مغز و اعصاب ببینیم، ایشون مریض من نیست. من شروع کردم یه مستند راجع به مدارسی که بچه ها میرن برای اینکه فقط قرآن حفظ کنن. یه مش بچه که فقط از صبح تا عصر فقط دارن قرآن حفظ میکنن. از این مدارس الان خیلی زیاد هست سراسر ایران. چیزی که توجه من جلب کرد، چون یه پدری که اونجا بود، من گفتم این بچه خسته نمیشه؟ گفت نه آقا، من از 5 صبح بیدارش میکنم تا 10 شب. آقای دکتر، این بچه خستگی سرش نمیشه. یک سال تمام 5 صبح هر روز از خواب بیدارش کردم تا 10 شب قرآن براش خوندم و اون حفظ کرده، یک بارم نگفت خسته شده. کلیک این تو ذهن من خورد که اگر یک بچه‌ای در حال قرائت قرآن بره تو کما، این چی میشه؟ من این یادداشت رو نوشتم توی کتابچه که همیشه همراهم هست. فردا تو ذهنم سرکله دکتر سپیدبخت پیدا شد. میدونی این روزا مثل آدمی شدم که داره تو دریا غرق میشه. ای بابا، دکتر جون تو خیلی وقت غرق شدی، فقط خودت نمیدونی. خانم زمانی داره یه چیزی میبافه، یه استفاده سمبولیک راجع به این که کسی دیگه داره سرمه نشسته ما رو میبافه. اگر میدونستم سرنوشت ما رو کی میبافه، حتما ازش میخواستم مال منو کلن بشکاف. این کلافا رو من بعداً لازم دارم و در اون سکانسی هست که این گله های کامبا از جاهای مختلف میاد، آخر سر یه تارنکبوت درست میکنه که دکتر سپیدبخت میبینه خودش وسطمونه. بعد نشون میدیم که بیرون این کسایی که شبیه قتلای زنجیره‌ای هستن منتظرشن. یک سال تمام
فیلم منو نگه داشتن. 16 تا قاضی اومدن نشستن فیلمو دیدن. ولی باز روزی که فیلم اکران شد، یک قاضی دیگری از یه دادگاه دیگری باز دستور توقیف فیلمو داد. به کوری چشم حاسدان و ناقدان حالم خوبه. این حاسدان و ناقدان کیان؟ میگه والا تو مملکت ما بخل، حسادت، تنگ نظری شغل دوم هم است. از بالا بگیر تا پایین. و نگاه میکنه به بالا. گفتن نه، شما دارین به مقامات بالا توهین میکنین و ما اینو دوبله کردیم، توی فیلم هست، از دوست بگیر تا دشمن. در که دوست نمیدونم چرا الان بالاست. توی این مملکت بخل و حسادت و چینه و تنگ نظری شغل دوم هم است. از دوست بگیر تا دشمن. من میخواستم که یه چیزهایی از مملکت نشون بدم و اسمشم برای همین گذاشتم خانه‌ای روی آب. بعضی وقتا خواب میبینم که تو خونه‌ای که نشستم داره آروم آروم توی لجن فرو میره. روزنامه کیهانم بارها نوشه آقای منظورش مملکتی روی آبه، که یه دفعه توی مصاحبه گفتم این تنها چیزیه که کیهان گفته که من باش موافقم. این حرفتون رو نشنیده میگیرم. قبل از انقلاب در واقع ما یک سانسوری داشتیم که چهار تا چیز رو شما اجازه نداشتین ازش انتقاد کنید. یکیش البته خانواده سلطنتی بود، دو نیروهای سگانه بود، سه قانون اساسی بود، چهار دین مبین اسلام. خب تکلیفت یه مقداری روشن بود. بعد از انقلاب سعی شد و هنوز بعد از 31 سال هنوز سعی داره میشه که سانسور چه باید رو جایگزینی بکنه. این یعنی مرگ خلاقیت. البته شکست خوردن، ما فیلم هایی که خواستیم ساختیم. من هیچ وظیفه ای ندارم که هیچ دولت حاکمی رو در مملکت من به به چه چهش رو بگم. ما عادت کردیم که به محض اینکه فکر میکنیم سانسور ممکنه متوجه بشه بندازیم جاده خاکی. اما الان وارد مرحله شدیم که دیگه نمیتونیم اون فیلم ها رو بسازیم. هرچه قدم من نگاه کنی، من هم تو بهت نگاه میکنم، باید یا سوال کنی یا من خفشم. هر چی دوست دارید بگید. آخه ببین، من از این یه جمله راجع به سینما، نه اینا یه ذره چیز بیمزه. نه یه جمله نگید، پنج جمله بگید. نه میخواید سوال ازتون بپرسم؟ میخواید یه سوال ازتون بپرسم؟ الو احسان جان، بهمن فرمانده هستم. دیگه الان جدی شده فیلم، قراردادش رو امضا کردیم. تو فقط همین که من میگم لطف کن اجرا کن، بقیهش درست میشه. همین، به من خبر بده یا ایمیل بزن. خدافظ. It almost sounds like a dream. It's really a very hard thing, you know, when independent films have really become very difficult to finance. So whatever pieces we can put together from different sources, it will really help. Thank you.
اسماعیل شبلی یه داستان کوتاه داره به نام یه بوس کوچولو. حکایت دو تا رفیقه. من دو تا نمونه دو تا نویسنده گرفتم. یکی مخصوصا خواستم قبل از انقلاب رفته باشه که نگم به خاطر انقلاب رفته. 38 سال از ایران رفته. دومی اصولا پاش تو همون ریشه خاک وطنه. موقعی که اون یکی بعد از 38 سال برمیگرده باورم نمیشه. تو ایرون باورت بشه. تو چرا این ریخته شدی؟ چه ریختی؟ بیچوی مثل اینکه همین الان از اون دنیا اومدی. والا ما که همش اینجا بودیم. تو الان از اون دنیا اومدی. تقابل اینها در مقابل هم و عکس العملشون در مقابل مرگ. شما چای شیرین نمیخورین؟ نه، من به تلخی عادت کردم. جاهای مختلف میریم که هر کدومش یک معنایی داره در طول تاریخ ما. تو این سالا خیلی سعی شده که تاریخ 3000 ساله ما نادیده گرفته بشه. بیهوده است. تو اگه شناسنامه تو پاره کنی اسم بابا عوض نمیشه. توی میدون نقش جهان شبلی رو بغل میکنه، میگه شبلی ما کجا هستیم؟ شبلی ما کجا هستیم؟ توی ایرون باش کو، توی ایرون 300 سال پیش، تو میدون نقش جهان. بزرگترین چیزی که یک هنرمند رو تهدید میکنه مسئله خودسانسوریه. از ترس سانسور تو قبل از اینکه سانسور چیزی بگه تو یه چیزهایی رو خودت شروع کنی حذف کردن. من سعیم این بوده که هیچ وقت این کار رو نکنم. من گاهی یک چیزای دیالوگای خیلی گلدرشتی میذاریم که سانسور اونا رو در بیاره، به بقیه داستان کاری نداشته باشه. میذارم که در بیارن. در واقع بعضی وقت هم در نمیارن و ما توش گیر میکنیم که حالا اینو گذاشته بودیم که در بیاریم. مثل یه مکالمه هست جلوی پاسارگاد. این بچه ها راجبه کوروش هیچی نمیدونن. بهتر، چون میگن جاسوس آمریکایی بوده. اطلاعاتت قدیمیه، اسمش تو فراماسونا در اومده ولی از شوخی گذشته. این انقدر گل درشته و شوخیه با اینکه هر کسی رو میخوان محکوم بکنن در حال حاضر، یا میگن فراماسونی یا میگن آمریکایی هستی، جاسوس آمریکایی هستی، که ما فکر میکردیم اینو حتما در میارن ولی در نیاوردن. آقای شبلی اجازه میدین گونتون رو یه بوس کوچولو بکنم؟ در واقع تنها دلیلی که قبول کردن که اسم بوس، کلمه بوس در تیتر یک فیلم، اسم یک فیلم باشه، برای اینکه من یه جمله اول فیلمنامه نوشتم. ای وجدانت راحت و آسوده باشه، مرگ مثل یه بوس کوچولو میمونه. ولی ای آلوده گناه باشه، بله. خود شبلی هم همینطوری مرد. تو تمام این سالها چیزی که میتونم بگم واقعا منو متاثر کرده و اشک منو در آورده ایرانه. حلقه آزادی ما تنگتر و تنگتر و تنگتر
به جایی که فقط باید سرمون بیاریم باریم فقط برای اینکه نفس بکشیم. و هر روز یه خبر، هر روز یکی میره، هر روز یکی هست. I'd like to know that the cost to us, if you want to use Alexa, yes. And then some of the facility. It's the end of negative cutting, yes, actually. Yeah, right. I wanted to see the sound. That was great. Set up. Yeah. Ruby. مملکت ما جوونه، بنابراین من فکر کردم که بایستی من یه مسئله ای رو مطرح بکنم، چون بچه ها خیلی هاشون میگن که کار نمی کنن. پسر جوون رو که حلقه تو ابروش داره، پیرسینگ کرده، نمیدونم آیپاد و لپتاپش ازش جدا نمیشه، مادرش چون میخواد با شوهرش بره خارج، این بچه رو میاره میذاره پیش داییش که در یه دهی در کردستان زندگی میکنه. حرفی که میخواستم با جوانا بزنم اینی که با کار نکردن در واقع نمیشه مبارزه کرد. باید حتما کار بکنی. تو چی کار میخوای بکنی؟ من کاری بلد نیستم. آقا مشکل نسل شما اینه که میگه که نقاشه نمیشه درو کرد. این جواب اونو میده، میگه ما اصلا درو هم نمیخوایم بکنیم. میدونی چه دایی؟ ما درو هم نمیخوایم بکنیم، چون امید ندارن، چون آیندهی برای خودشون نمیبینن. هر چقدر کار بکنن نمیدن زندگی واسه خودشون درست کنن. میگه پس برای چی کار کنن؟ قیامتا فیلم مال 2 سال قبل از اتفاقاتیست که بعد از انتخابات اتفاق افتاد. اون موقع حرف روز بود. 2 سال به خاطر لجبازی و نهایتاً با 4 تا سکانس عمدهشو درآوردن طول دادن. مملکت در خطره. ما نمیتونیم اجازه بدیم عناصر نامطلوب باد به بیرق دشمنای مملکت بدن. خب هر کس فکر میکنه عناصر نامطلوب دیگه. این حرف شما رو نشنیده میگیرم. سکانس مرگ دوستش، تماشاچی نمیدونه که چرا این با این شدت گریه میکنه. برای که سکانس قبلش هم در اومده، ما اصلا نمیدونیم. دوستتون داشت میومد پیش شما، متاسفانه ایشون تو درگیری کشته شدن. منظورتون از درگیری چیه جناب سروان؟ دوست من توی عمرش فقط قلم به دست گرفته بود. دوست شما شاید، ولی قاچاقچیایی که آدم اونور مرز میبرن همیشه مسلحن. به هر حال شما بهتره با ما تشریف بیارید برای شناسایی جنازه. من چنین کاری نمی کنم. کسی که به شما همچین ماموریت داد حتما یه عکس هم همراهش بوده. میخوام دوستم تو ذهنم زنده بمونه. من میتونم شما رو جلب کنم. اگه این کارو نمی کنم
معنیش این نیست که رفتارتون رو به مرکز گزارش نمیدم. بسیار خوب، شما کار خودتون رو بکنید، من هم کار خودم میکنم. بفرمایید. حرکت. من همه دارم بست. تقصیر من بود دایی؟ نه، تقصیر تو نبود. من بودم که چپیدم تو زیر زمین. من بودم که همه درهای زندگی رو دنیا بست. دوست دارم دیشب در زد. دوست دارم دیشب در زد. فکر میکنن به پروانه ساخت میدن، شما میرین یه 500 میلیون تومان خرج میکنین، حالا پول سرمایه گذار یا پول خودتون اینجا گیره و هر جایشو بخوان در بیارن یا عوض بکنن شما قبول میکنین. اما که قبول نکنین مثل فیلم خاکاشنا دو سال اون تو میمونه، از زمان پخشش میگذره، آخر سر موقعی اجازه داده شد که حوادث خیلی مهمتری داشت در خیابونا اتفاق میافتاد. Been looking for you. Hi, Baman. Oh my God. You have, you haven't changed at all. Oh, come on. Oh, let me. Getting older. We treat you well. Okay. Yeah. Oh my God. Well, since we haven't seen each other, I've gone back to filmmaking. I'm looking to see whether I can work at least one or two films outside of Iran till this next 3 years passes over and we'll see what happens. Mm-hmm. I signed the contract with the Canadian side, okay, distribution, so about 30% of the budget will be coming from them. I'm just hoping to put the thing together. Mm-hmm. And I tried to get some Germans interested, but it's very difficult. And the company I worked before, they read it, and they are not really interested. That was the end of the story. Oh, I know. The moment you left, they were not interested. But that's okay. Look, if you're in this business, you have to learn to cope with rejection. Because if you got a thin skin and you'll become upset and depressed, you don't belong in this business because nobody helps. I think it will be done, but it just takes time. Thank you.
من در به در دنبالشم که بتونم فیلم جور بکنم که ساخته بشه و دیگه به یه مرحله رسیدم از بس که معطل شدم که ممکنه به این برسه که فرش خونم بفروشم، نقاشیام بفروشم، چون خیلی سخته دیگه جور کردن حتی بودجه کمی که برای این فیلم هست خیلی سخته. کافکا میگه یک اتفاق بزرگ یه دفعه نمیافته. اینا چیزای کوچیک کوچیکه، اتفاقات کوچیکه که رو هم اثر میذاره، در نتیجه حاصلش ممکنه این چیزی بزرگ باشه. این سنگی که تو آب میندازی، این دایره هایی که ایجاد میکنه اصولا دیگه دست شما نیست. 5 دایره ایجاد میکنه، 6 دایره ایجاد میکنه. در واقع داری یه تلنگری میزنی به ذهن جابه. کار منم از نظر فرهنگی فیلمسازی همینه، من دارم یه سنگی تو آب میندازم. من اگر 3 ساعت دیگه اینجا وایسم نگاه کنم به این پنجره، حسن کات نمیگه. اولیای امور زیاد اصلا علاقمند نیستن که من فیلم بسازم، که اینم مهم نیست. آخر سر به تعداد نیست، به کیفیته. پیری حریف قدریه، همه رو شکست میده. گرچه من هر کاری دلم خواسته کردم، چیزی هم از زندگی طلبکار نیستم. من ماهی خسته از آبم، تن میدهم به تور با علامت بزرگ سوالی که در دهانم گیر کرده است. من از مملکتم برای کار هنریم فقط آزادی میخوام. همین. آقای فرمانده رو کلاتون بذار این دفعه هم کلامونو تو برداشته باشی. فیلم سنگی به آب بیانداز رو دیدیم. در برنامه‌های بعد با حضور صاحب نظران و کارشناسان به تماشای فیلم‌های بهمن فرمانارا می‌نشینیم و نقش او و آثارش رو در سینمای ایران بررسی می‌کنیم. اما شما فیلم این هفته رو چطور دیدید؟ برام بنویسید از طریق راه‌های ارتباطی معمول ما، ایمیل برنامه به آدرس apparat@bbc.co.uk و یا از طریق صفحه آپارات در شبکه اجتماعی فیسبوک به آدرس آپاراتان بی بی سی. اگر هم جزئیات بیشتری در مورد این فیلم می‌خواید بدونید به وبسایت ما به صفحه آپارات در وبسایت بی بی سی فارسی مراجعه کنید به آدرس bbcpersian.com/aparat. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود و پاینده باشید.